سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم و همه فارسی زبانان در همه جای دنیا. خبرهای جدیدی که من بهش دست پیدا کردم خیلی مهم هست و میخواستم اونها رو هم با شما در میون بذارم. طبق خبرهای جدید اینطور که معلوم هست، این حمله که به کنسولگری ایران در سوریه شده تنها کار خود اسرائیل نبوده، یعنی تصمیم گیرنده اینطور که میگن آمریکا و میشه گفت کشورهای جی 7 حداقل پشت سر اون بودن، ناتو پشت سرش بوده، یعنی قصدن به اینجا حمله شده و اونها هم میدونستن و میخواستن هم این کار بشه، چون که در اسرائیل دلایلش البته عاقلانه هست، در اسرائیل تقریبا میشه گفت اسرائیل باخته در همه زمینه ها، داخلی هم باخته، مردم خودش ناراضی هستند، حتی میخوان آقای نتانیاهو رو بزنن برکنارش کنن. آقای نتانیاهو هم که از دادگاهی به خاطر جرایمی که قبلا به اصطلاح مرتکب شده بود، دزدی بود یا تخلف بود هر چی بود، داره جنگ رو طولانی میکنه که به اونجا نرسه و هی داره به عقب میندازه. تصمیم در هر صورت گرفتن. چرا این تصمیم رو گرفتن که به ایران در به اصطلاح سوریه حمله کنن؟ دلیلش اینه که اینها در میبینن در اسرائیل با این وضعیت که داره پیش میره جنگ به پایان نخواهد رسید، یعنی ایران حداقل نمیذاره این جنگ به پایان برسه مگر اینکه واقعا به همه اهدافش برسه. من میگم 20-30% این هست، بیشتر ایران میخواد در اونجا جنگ باشه، سر اون آمریکا رو تو اونجا گرم بکنه از طریق عرب ها اونجا، از طریق فلسطینیا در غزه که به کاراش برسه. و در ضمن ایران هم آخه به یه لولو خورخوره مثل اسرائیل احتیاج داره، چون از زمانی که ایران پایه گذاری شد هی اسرائیل اسرائیل یهودی یهودی، اینها به اونا احتیاج دارن، وگرنه دیگه از فردا اگر اسرائیلی نباشه یا با اسرائیل دوست نزدیک بشن و خوب بشن، دیگه لولو خورخوره که ایران داشته باشه بخواد بترسونه ملت و یا ما در جنگ هستیم با اسرائیل و اینها، خب کس دیگه ای نیست. اصلا پایه گذاری جمهوری اسلامی روی این بوده، اسرائیل باید نابود شود یا برود. خوب و بعدش من به اینها کاری ندارم، من فقط خبرها رو میگم و پیشبینی‌ها رو میکنم. امیدوارم که از این پیشبینی‌ها، حالا اسرائیل هست، آمریکا هست، ایران هست، روسیه و چین هستن، بهره بگیرن که جنگ جهانی نشه. هدف من فقط اینه، بیشتر مردم بیشتر از اینها کشته نشن، زیر ساختا بیشتر از اینها خراب نشه، مثل همون اوکراین که هیچی نمونده، توی سوریه هیچی نمونده، توی غزه هیچی نمونده. هدف من فقط اینه، کشور ما هم به صدمه نخوره، تیکه تیکه نشه، تجزیه نشه و ملت نمیرن. این هدف منه. حالا بعضیا میتونن تهمت بزنن این هدفش چیز دیگه است، بنده به جای حقوقی میگیره کاری میکنه. بنده به هیچ کدوم اصلا کاری ندارم، توی حزب و گروهی هم نیستم، طرفدار شاهزادش هم نیستم، طرفدار خمینیش هم نیستم و نبودم هم نمیخوام هم باشم، برای من فقط ملت و کشور مهمه. اجازه بدید من این رو دوباره بذارم، همیشه هر موقع که میگم این حرفا رو میزنم، اینها واسه من مهمه، این خط پایین خیلی برام مهمه، خط بالا خیلی برام مهمه، اینها برای من خیلی مهم هستن، اکثراً هم بالا سرم بوده همیشه. خب طبق این خبرها اگر درست باشه، پس چرا حالا آمریکا و یوروپیان پارلمنت، ناتو یا جی 7، هرچی تمامشون یکی هن دیگه، این کار رو کردن؟ اینا دیدن توی اسرائیل پیشروی نمی کنن، جنگ رو هم که نمیتونن تموم کنن، جنگ تقریبا باخته است. اسرائیل تمام اون هدفهایی رو که اون روز اول اگر یادتون باشه ژنرال اسرائیلی خود نمیدونم نتانیاهو اومده بودن با لگد میکوبیدن زمین، اینجا ما حماس رو نابود میکنیم، فلان میکنیم، میگیریم، بعد از حماس هم این کارها رو میکنیم، با اینجا این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم. الان دیگه صحبت از این که بعد از حماس نیست، چون میبینن حماس اصلا نمیتونن کارش بکنن، حماس اونجاست، مردم بدبخت و 35,000 نفر رو کشتن و جمعاً 70-80,000 نفر رو کشتند و زخمی کردند و بدبخت کردند، کل غزه رو نابود کردند، سنگ روی سنگ نمونده، آجر روی آجر نمونده. پس خب حالا هدف چیه؟ چرا حمله به کنسولگری سفارت ایران؟ برای اینکه اینا دیدن دیگه کاری نمیتونن بکنن، شما بایستی این اسرائیل رو مثل نیابتی آمریکا در اون منطقه ببینی، برای خاورمیانه، برای منطقه.
حالا نیابتی داره از بین میره، اسرائیل رو میگم، برای آمریکا. آمریکا فکر پول در آوردنه. این رو تو ویدیو قبلی هم گفتم، آمریکا میگه اگه من 1 دلار خرج میکنم حداقل 2 دلار در بیاد. اسرائیل الان تبدیل شده فقط به خرج، اوکراین تبدیل شده فقط به خرج. خب حالا اسرائیل که این همه داره خرج میکنه، ازش هم میخواد استفاده بکنه. الان چرا حالا موافقت کردن که اسرائیل حمله کنه به اونجا؟ این جالب است که جنگ رو ببینن، حالا میبینن اونجا دیگه موفقیتی ندارن در غزه، جنگ رو بردارن بیارن ایران. حالا چرا ایران؟ چون به احتمال زیاد خود آمریکا مجبور میشه جنگ بکنه و این رو نمیخواد. نقشه های دیگه کشیدن، میخوان اون دورور ایران کشورهایی مثل افغانستان و نمیدونم پاکستان رو که توش پر از این مذهبی آخر مذهبی ها، یا بهشون بگیم مزدورای جنگجو هست، حالا اسمش میخواد القاعده باشه، میخواد هشت‌الشعبی باشه، هرچی میخواد اسمش باشه، اونایی که در طالبان باشه، هرچی باشه، در اختیار آمریکا هستن، اونا رو بندازن جون ایران تا ایران داخلی شلوغ بشه. اینا فکرشون اینه که از این طریق به جمهوری اسلامی فشار بیاد، از طریق پاکستان هم الان مدتی زد و خورد دارن با پاکستان، میدونه دیگه مرزی، اون رو هم بهش به اصطلاح جون بدن، بیشتر حمله بشه به ایران از اون افراد مذهبی. البته من برای من اونا مذهبی نیستند، منظورم پاکستانی ها نیست، اونهایی که میرن و میان مثل طالبان و بقیه، مزدورها، مزدور رو بیشتر بندازن تو جون ایران، شاید بلوچستان ایران به طور مثال میگم شلوغ بشه، خود مردم شلوغ بکنن و آمریکا اینطوری موفق بشه، اینها موفق بشن، جمهوری اسلامی رو تو این وسط خفش کنن، به اهدافشون برسن و در ضمن در این میون بیان اسرائیل به طور مثال بیاد با هواپیماهاش ایران رو بمبارون بکنه و قسمتایی رو که به خصوص الان حواستون باشه، خود من یه حدود 2 ماهی دارم راجع به اتمی شدن ایران صحبت میکنم، تو همه جا داره صحبت میشه الان بعد از این صحبتای بنده، چون من نوشته بودم حدود 2 ماه پیش اگر اشتباه نکنم آیا ایران به زودی تست اتمی میکند. بعد از اون اگر نگاه کنید، باز من اینجا اولین نفر بودم گفتم، بعد از اون الان هر هفته نگاه کنید همه در این مورد دارن صحبت میکنن. پس یعنی تو ایران خبرایی هست، یعنی حرفایی که بنده زدم، پیش بینی کردم درست است و هدفشون این است که بیان اون زیر ساختای اتمی رو بزنن. حالا اینجا جالبه هموطن، یا اون سیاستمدارای نادان و تلویزیون فارسی زبون از اون اینترنشنالش گرفته تا ملاقات شهرام همایون و بقیه، اسم میبرم مخصوصا، چرا فقط همه راجب حمله به زیر ساختای اتمی ایران یا چیزهای دیگه صحبت میکنن، به خصوص اتمی؟ آخه احمق بودن، نادان بودن هم باید حد و حساب داشته باشه. مال اینا از مرز گذشته، اصلا مرز نداره نادان بودن اینها، این سیاست مدارای ایرانی یا اونا که اسم خوشن سیاست مدار یا خبرنگار گذاشتن، میام میشنن و همچین صحبت میکنن، آره ایران دیگه هیچی نیست و تموم شد و رفت و حمله میکنن فلان میکنن. خب به زیر ساخت ایران اتمی حمله بشه، آخه نادان ها، معذرت میخوام هموطن ها، ببخشید من رو، ولی اینا همه شما ها و ما رو احمق حساب کردن. ما هم به اینا میگیم نادان ها، احمق ها. آخه اسرائیل باید از اونجا بلند بشه با هواپیما بیاد زیرساخت ایران رو بزنه، فوقش یه دونه بمب سنگر شکم بزنه، دو تا بزنه، 5 تا بزنه، ایران که دور اسرائیل رو گرفته کارخونه برق اتمیشو بزنه، جاهای اتمی که اسرائیل داره رو بزنه، همون بغل با موشک‌های معمولی میتونه بزنه. شما همش فقط یک جانب رو میبینید. سر همین من به خواهر برادر اسرائیل، دوباره ببینید یهودی، خواهر برادر یهودی، هشدار میدم این اشتباهو نکنید. شما زمانی که شروع کردید منطقه رو ابراهیمی کنید، من هشدار دادم، گفتم جواب برعکس میده، ویدیوهام هست، بعد از اونم تکرار کردم، از 2 سال 1 سال 2 ماه پیش بازم الان دوباره تکرار کردم، برعکس جواب میده. اگر شما به قسمت های اتمی ایران حمله بکنید صدمه بخوره، مطمئن باشید اون 5-6 منطقه ای رو که دور شما در دست ایران هست، خود همون مثلا حزب الله، همون خود حماس، همون خود یمنیا، جاهای دیگه هم هستن شما خبر ندارید، اونا رو میندازن تو جونتون با راکت ها، میزنن اون قسمت های اتمی. خود یمن مگر تهدید نکرد دفعه آخر یا یه بار جورتر از اون، اگر دست از این کاراتون ور ندارید، دست از سر غزه ور ندارید، ما اون کارخونه برق اتمی شما رو میزنیم.
این کار انجام خواهد شد. شما فکر میکنید مگر سیاست یک طرفه است؟ شما فکر میکنید مگر زدن و در رفتن یک طرفه است؟ خب ایران هم میتونه بکنه. ایران احتیاجی نداره حتی هواپیما به اونجا بفرسته. خواهر و برادر یهودی، این کار رو نکنید، اشتباهه. بعد از اون دیگه اگر فقط یکی از اونا، اصلا ما به بمب‌های اتمتون هم من کار ندارم، یه جاهایی که شما دارید آزمایش‌های هسته‌ای می‌کنید، هسته‌ای منظورم با کارهای اتمی و اینها، با این ذرات سر و کار دارید، حالا میخواد آزمایشگاه باشه توش یه مقداری از اینا باشه، میخواد کارخونه برق اتمی باشه، یکی از اینها اگر تو اونجا منفجر بشه، که اینها خواهند کرد اگر حمله کنید به ایران، من این رو به شما قول میدم، بغل مرزتون هستن دیگه، اون اسرائیل نمیتونی زندگی بکنی، کلیتون که میمیرین و مریض میشید. نکنید این کارو، جای کوچیکیه. صد تا هم اصلا سنگر شکم بندازی توی ایران، یه دونه از جاهاشم سالم بمونه میزنن شما رو، از خود ایرانش هم میزنن. ایران رو شما دست کم گرفتید. شما اگر میخواستید بر علیه ایران جنگ کنید، شما 44 سال 40 سال پیش بایسته این کار رو میکردید. شما نه تنها این کار رو نکردید، منظورم الان فقط خواهر برادر یهودی نیست، منظورم فقط اسرائیل نیست، کل غرب، ناتو، من شما رو هم جزو ناتو میدونم، چون در دست تو دست هم دارید کار میکنید. به خاطر این خودمون رو راحت کنیم بگیم ناتو و شما هم جزی از اون، حتی بعضی از کشورهای عربی که با اینها دارن کار میکنن، ترکیهش کشور مسلم خب تو ناتو هست، من به همه میگم، سعودی عربستان، سعودیش، اردنش، خب ناتو میگیم، اینا رو باید در نظر بگیریم. خب شما حالا این اشتباه رو بکنی، فکر میکنی اینا پشت سر شما هستند، فکر میکنی، همین حرف رو میخواد راجبه اوکراین زدن، آمریکا تا همین هر روز میگه ما پشت سر هستیم، برو جلو لنگش کن. تو افغانستان بودن باختن، تو عراق بودن باختن، تو سوریه هم باختن در اصل. اگر ایران بخواد فکر میکنید آمریکا یارو از سوریه بیرون کنه، نمیتونه، هر روز اونجا رو میزنه، پایگاه اونا رو، مگه چند نفرن؟ 2000 نفرن باشن، هر روز میزنن، حمله میکنن، خود ایران هم تازه نیست نیابتیاشه، فعلا پشت پرده با هم صحبت دارن، آمریکایی‌ها تونستن اونجا بمونن، معنیش نیست که دائمی میتونن بمونن، صحبت های پشت پرده شونه که اجازه داده آمریکایی‌ها اونجا موندن، توی عراقش هم همینه. به شما هم الان میگن برو جلو لنگش کن، ما هستیم، F-35 بد میدیم. با F-35 میخوای چیکار کنی؟ 5 تا اصلا بمبم بتونی باش حمل کنی؟ نمیتونی، دارم میگم بمبای سنگر شکن تازه که نمیتونی. خب اومدی هم 5 تا هم انداختی، اینا هم آخه میزنن شما رو، اینا احتیاج نیست با هواپیما اونجا بیان، همین الان گفتم حزب الله و بقیه رو اونجا کافیه، فقط اینا بیدارشون کنن، اکتیوش کنن، حمله میکنن بهتون، یا من بهتون حمله میکنه، هیچی از اسرائیل نمیمونه. حرف من رو گوش کنید، قبل از اینکه این جریانا بشه، غزه کارش به اینجا برسه، آقای نتانیاهو بیاد یا جنرالش بیاد پا به کوبه به زمین با اون کفشاش که اینجا دیگه ما فردا بعد از حماس این کارها رو خواهیم کرد، که بعد از حماس نشد و باختید موندید اونجا، من گفتم برعکس جواب میده، ایران رو ابراهیمی کردم برعکس جواب میده، برعکس هم جواب داده، الان هم دقیق همون میشه، برعکس جواب میده این کارتون. شما ممکنه ایران یه مقداری از زیرساختاشو خراب کنی، خودت کلی از بین میری، اسرائیل اصلا ممکنه نمونه، نکنید این کار رو. آمریکا هم ببینید، اگر آمریکا بخواد مستقیم به ایران دخالت بکنه، مطمئن باشید چین و روسیه این اجازه رو نمیدن، نه اینکه عاشق چشم و ابروی ملاها هستند، شاید بتونن با ایرانیا کار کنن، شاید بلند مدت میگم، روسیه و چین رو میگم، شاید بتونن با ایرانی ها کار کنن، میتونن هم. شاید بتونن حتی با سپاهی ها و نظامی ایرانی کار کنن، اون رو هم میتونن، ولی با ملاها بلند مدت نمیتونن کار کنن، به خاطر این بازی اسلام بازی شد، الان احتیاج دارن بهشون، چون فقط با اسلام بازیه که میشه گروه های نیابتی رو داشت، که ایران داره، روسیهش نداره مثل ایران، این همه چینش هم نداره، پس به ایران احتیاج دارن. من تو چند ویدیو گذشته گفتم روسیه و چین بعد جوری بند ایران شدن، به خاطر نیابتیاش بند ملاها شدن فعلا، ولی
خود اونا هم نمیخوان که به اصطلاح ایران ملایی بمونه، اسلامی بمونه، ولی میترسن اگر ایران قوی بشه. اونا رو میگم فردا این اسلام بازیش، نمیدونم جهان اسلامی بسازیم، اینها ایران رو مثل ایران زمان ساسانی بزرگی شما اجرامه مثل اون زمان در نظر میگیرن. ملاها میخوان دوروبر رو همه رو بگیرن و جاهای اسلامی اینا همش بکنن یک کشور ایران، حالا اسمای مختلف فرق نمیکنه. خب این رو نه چین میخواد نه روسیه میخواد. معنیش این نیست که اونا ایران بزرگ نمیخوان، ایران بزرگ اسلامی نمیخوان، این لغت اضافیه. از اینجاش میترسن چون خودشون مسلمون دارن، فردا میدونن که اگر اینها این قدرت رو بگیرن ملاها، ببینید طرف از کجا به کجا رسید، منتها باید خب روشن کنم همه رو، ملاها قدرت بگیرن فردا اون قسمت های اسلامی روسیه یا قسمت های اسلامی نمیدونم مال چین، خب به احتمال زیاد اونا رو هم میخوان جدا کنن به عنوان اینکه ما یک کشور هستیم همه اسلامی ها. خب اینا هیچ وقت نه روسیه میخواد نه چین. سر همینم الان در شرایط فعلی ولی اینا رو احتیاج دارن که بتونن در مقابل این تک قطبی بودن، در مقابل آمریکا، در مقابل جی 7، در مقابل ناتو، هر چیز میشه مقابل بذاری بیستن. پس اگر آمریکا مستقیما بعد از حمله اسرائیل به ایران، که من میگم خواهر برادرای یهودی نکنید، من دشمن هیچ کی نیستم ولی این همه پند نمیدادم به شما، خواهر برادرم نمیگفتم، 2500 سال حداقل اونجا زندگی کردید، خجالت بکشید، خودتون دارید با پای خودتون خودتون رو میندازید توی یه چاله، مثل ما ایرانی ها که خودمون انداختیم تو چاله افتادیم دنبال خمینی. حالا شاه رو هم اگر میخواستن که بعضیا عوض کنن، دنبال خمینی نباید میرفتن، دنبال مذهب نباید میرفتن، رفتیم افتادیم داریم جورشو پس میدیم. شما حداقل این اشتباهو نکنید، دنبال امثال نتانیاهو نیفتید. مخالف من خود نتانیاهو به عنوان شخص نیستم، با کارهاش دارم صحبت میکنم، منتها چون الان رئیس جمهور اون بالا نشسته اسم شخص خوب میاد، مثل اینکه اسم بایدن هی میاد یا اسم خامنه ای میاد، وگرنه با شخص من ناراحتی ندارم، با این شخصی با آدم کشی بله ناراحتی دارم. خب پس این اشتباه نکنید، اینم برعکس جواب میده. اگر به فکر آمریکا هستید یا به فکر ناتو هستید که پشتتون میسته، بله میسته، میتونی بیای حمله کنی چون تنهایی که نمیتونی، ولی آمریکا پاش واز بشه به این جنگ، چین و روسیه مجبور هستن. اول گفتم چرا نمیخوان ایران رو اینطوری، ولی از طرف دیگه مجبور هستن که چند قطب میخوان بکنن دنیا رو، با ایران همکاری کنن. پس یعنی وارد جنگ میشن، وارد جنگم بشن میریم به سمت جنگ جهانی. خب اگر به سمت جنگ جهانی بریم مجبور بشن، دو کار بیشتر که نمیمونه، یا آمریکا باید قبول کنه باختن تو منطقه، خودشو بکه کنار که شما از بین میرید، اسرائیلیا شما رو میگن، شما رو دیگه نمیذارن کشورهای دیگه مثل ایران و روسیه و چین اونجا بمونید، به احتمال زیاد اصلا اسرائیلی نمونه، یا اگر انقدر هست انقدرش میکنن، یه شهرش میکنن، یه شهر کوچولو موچولو، این اسرائیل نمونه. پس این کار رو نکنید، بدتر از این میشه، دلایلش رو دارم میگم. آمریکا یا مجبور میشه خودش رو بکشه کنار، قبول کنه باخت رو که تو اونجا باخته، بذاره بره کنار که بدتر از این نشه، یا نمیکشه کنار، جنگ به جنگ هسته‌ای میکشه که همه نابود میشن. در هر دو صورت باختید. ولی اگر این کار رو نکنید، به جای این حرفای هارت و پورت کردن الان، به جای اینا با ایران، با روسیه، دست از سر ایران و آذربایجان هم وردارید، با ایران، با روسیه، با عرب ها هم مرزتون صحبت کنید، تقسیم کنید اونجا رو یه جوری بکنید، انقدر بهشون پوهم بدید که خود عرب ها دیگه حرف مله ها رو گوش نکنن، قبول بکنن که تقسیم بشه، ببینن منافعشون اینطوری داره حفظ میشه و شما هم کاری ندارید، قراردادهای بین المللی اساسی ببندید، وگرنه همون حرفی که به زلنسکی دلغک زدم، به شماها گفتم، ویدیو دارم مال اول جنگه، گفتم تا تبدیل به زلنسکی دلغک نشدید جنگ رو تموم کنید. پس یعنی من دشمنتون نیستم، اونجا هم راهنماییتون کردم، من دشمن هیچکی نیستم. ملاهارم که میگم، ملاها اون آدم کشاشو دارم میگم، من مخالف اونم، مخالف همه ملاها که نیستم، اونی که مثل انسان نشسته سرشو میندازه پایین میره و میاد سرش تو دعا و نمیدونم زندگی خودش خرج بدبختشو چجوری در بیاره، با اون من چه کار دارم؟ خب دوست داره ملا زندگی بکنه بکنه، میخواد بره تو کلیسا زندگی بکنه بکنه، میخواد بیاد تو مسجد شما با یهودیا زندگی بکنن بکنن، مسئله شخصی این.
میخواد تو مشروب خونه بشینه مشروبشو بخوره بخوره، به من چه ربطی داره بابا؟ اگر خدایی هست خودش جوابگو هست، خودشو برمیدارن، اگر جهنمی هست میبرن به اون جهنم، به اون درک، به من چه ربطی داره آخه؟ به شما هم ربطی نداره. پس اینو گفتم که بگم من مخالف کسی نیستم، من مخالف آدم کشا فقط هستم، مخالف اینایی هستم که میخوام بیان کشور من رو تیکه تیکه کنن، ملت من رو بکشن هستم. خب بذار نگاه کنم ببینم چیزی یادم رفته یا نه. خب از این صحبت ها نتیجه گرفتیم، پس حمله به کنسولگری حساب شده بوده، میخواستن جنگ رو دیدن توی اسرائیل به جایی نمیرسه، وردارن بیارن ایران، آخرین توپشونم بندازن که شاید تو ایران مثلا از سیستان بلوچستان یا از شمال بالا ایران سمت آذربایجان، نه آذربایجان ایران، از سمت اون آذربایجان ارمنستان اونجاها رو، اونا رو هم بندازن جون ایران، از سمت از طریق جنگ آذربایجان و ارمنستان منظورمه، که ایران اونجا رو هم از دست شاید بده، راه رو ببندن از طرف پاکستان، از طرف افغانستان و کلا اسم اینا رو هم بذاریم نیابتی‌های آمریکا، حالا هر چی، اینا رو روشنش کنن بندازن جون ایران، شاید بتونن اینجا ایران رو داغون کنن و به اصطلاح تجزیه حتی بکنن. متا پشت سر ایران محکمه. اگر هم ویدیوی قبلیم، درست ویدیو قبلیم گفتم، اگر هم به ایران حمله شد وظیفه پیمان شانگهای هست که روسیه و چین به خصوص و هند، هر هواپیمایی میخواد به سمت ایران بیاد، هر موشکی که میخواد بیاد، اینا هم باید دقیقا کار ناتو رو بکنن و بزنن اونا رو، چون اینها وای میستن صدمه که میخورن بعضی وقتا عکس العمل نشون میدن و من این رو از دو سال پیش دارم میگم، این باعث شده ناتو پررتر بشه و جلوتر بیاد و کارهای بیشتری بکنه. اگر این کارو نکنن توی جنگ شد، هواپیماها به خصوص هواپیماهایی که از راه دور بیان، از اسرائیل بیان یا از کشتی‌های آمریکایی بیان ایران رو بخوام بزنن، اینها اونا رو نزنن، یه 5 تا 10 تاشو نندازن پایین، این جنگ کلا به ضرر ایران و روسیه و چین تموم میشه. معنیش باز میگم این نیست که اینها میبازن، ضرر و خسارت زیاد میشه. برگردیم میگم سر یه موضوع مهم، این کل ویدیو رو جمع کنیم تموم شه بره پیکارش. گفتم روسیه و چین هم از ایران میترسن به خاطر بزرگ شدنش، مذهبی شدنش. اونم راه داره، من بارها صدها بار به اینها پیشنهاد دادم بیشتر پشت سر نظامی ها رو بگیرن، اونها رو تقویت کنن و هر روز این مذهبی ها رو ذلیل تر بکنن که قدرت دست نظامی ها بیفته و اونها ایران رو کنترل کنن، با اونها میتونن کنار بیان. نظامی هم میگم، منظورم این نیست من عاشق چشم و ابرو اونها هستم، در حال حاضر هیچ گروهی، هیچ حزبی، چیزی وجود نداره که ایران رو بتونه کنترل کنه. برای اینکه هرج و مرج نشه، تجزیه نشه، از نظامی ها دارم اسم میبرم. نظامی هم برای من گفتم همه اونایی که اسلحه به دست هستن، اسمشون هرچی میخواد باشه، برای من نظامی هستن و اونها رو جمع کنن، تربیتشون کنن، درستشون کنن. تربیت منظورم اینه که دیگه به مردم آزار ازد نرسونن. از اون طریق میتونن با ایران کنار بیان، حتی با ایران بزرگ. در ضمن ایران بزرگ و قوی باز هم من میگم به نفع روسیه و چین هست، چون ایران به تنهایی میتونه اون منطقه رو کنترل کنه، اونا هم از خودخواهی ها، زیاد خواهی هاشون بیان پایین. روسیه و چین رو میگم چون اونا میخوان خودشون منطقه رو کنترل کنن، نفت و اینا رو خودشون کنترل کنن. این کار نشدنیه، ایران نمیذاره، نظامیاش هم نمیذارن. بهتر براتون هست که ایران اینطوری بمونه، فقط از شر ملاها راحت کنید ملت رو و بشینید با هم زندگی کنید. همینطور که الان 100 سال حدودا این به اصطلاح بعد از جنگ بگیم، بعد از جنگ چجوری بگم، بعد از ایجاد کمونیست‌ها اومدن، کشور شوروی درست شده، اینها بعد از اون اومدید شما متحد شدید غربیا و نمیدونم ناتو درست کردید و فلان کردید و با هم تونستید زندگی بکنید، همون حالت با این پیمان شانگهای بایستی درست بشه تو منطقه ما، تقویت بشه، حتی با ایران بزرگ به نفعشونه، چون ایران بزرگ خودش میتونه از خودش و از منطقه، از اون خلیج فارس تا اون دریای سرخ و اینا رو کنترل کنه، به نفع روسیه و چینه. شما هم تجارتاتون رو بکنید، بذارید ایران هم پیشرفت کنه بیاد بالا و مردم با شماها خوب باشن. روسیه که تا دیروز با ایران این همه
جنگ داشت، باعث تجزیه ایران شد، همون روسیه که خب زمان شوروی و جلوترش تیکه هایی از ایران رو جدا کردن، نمیدونم آذربایجان رفت کجا رفت کجا رفت، دست از این کاراتون وردارید، اونا هم برگردن بیان به ایران. این ندف من، وگرنه هم شما صدمه میبینید و صدمه زیاد اسرائیلی ها خواهند دید. ایران هم بله حمله بشه بمب بخوره صدمه میخوره، ولی اسرائیل کوچیکه. همه دارن از این صحبت میکنن که به زیرساخت اتمی ایران حمله میشه، خب ایران هم حمله میکنه به زیرساخت اتمی اسرائیل. اینجا جاییه که کسی صحبت نمیکنه و از این بترسید همتون. اگر اون بشه ممکنه جنگ اتمی بشه، هممون میمیریم و منم هیچ کدوم اینا رو نمیخوام. من نمیخوام اونا بمیرن و نمیخوام ملت ایران بمیره. حرف زیاد زدم، همتون رو به خدا میسپارم، مواظب خودتون باشید.